مهدی نخل احمدی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از تورین ایتالیا با ماست. آقای نخل احمدی، به نظر میاد در شهرهای مختلف ایران بالاخره با سرکوب، با اعدام، با فشار بالا و پایین یه جاهایی رو تونستن کنترل بکنن، ولی از اول تا به اینجا زاهدان استثناء بوده واقعا. سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب فرزاد و بینندگان عزیز. ببینید، مجموعه عواملی در زاهدان یا در سیستان بلوچستان هست که ما همچنان می‌بینیم این اعتراضات به قوت خودش باقی هست، علی‌رغم اینکه در شاید جاهای دیگر از ایران فراز و فرود داشته است یا کم و زیاد شده است، اما در زاهدان ما می‌بینیم همچنان بعد از نماز جمعه در خیابان‌ها مردم حضور دارند و شعارهای خودشون رو سر می‌دهند. شاید از دلایل اونیه که خب حضور آقای مولوی عبدالحمید و ادامه حمایت ایشون از اعتراضات هست که هم به عنوان یک رهبر اجتماعی که تاریخچه بسیار زیادی در جامعه بلوچستان دارن، ایشون لحاظ فکری و خب به هر حال به عنوان یک رهبر اجتماعی و هم به عنوان یک رهبر دینی، خب به هر حال مردم به ایشون اقبال زیادی دارن. مسئله بعدی اون در واقع تعهدی هست که مردم در یک زمان مشخص، یعنی جمعه بعد از نماز جمعه دارن و این رو ادامه دادن و همچنان ببینیم در زاهدان و برخی از شهرها هر جمعه مردم به خیابان میان. و مسئله بعدی اون همبستگی هست که به واسطه شرایط قومی در این منطقه هست که به هر حال مردم رو میتواند همصداتر بکند و این همبستگی و وحدت رو در اونها ایجاد بکند. شاید همین همبستگی بوده که در طول چند سال گذشته یا چند دهه گذشته جمهوری اسلامی بسیار تلاش کرد در این منطقه با از طرق مختلف تقسیم استان سیستان و بلوچستان یا به هر حال کوچاندن برخی دیگر از شهروندان از استان‌های دیگر این ترکیب جمعیتی رو عوض بکنه، اما نتوانست، شاید حداقل بسیار کم توانست این اثرگذاری رو بکنه. به خاطر همین مجموعه ای از دلایل به نظرم باعث شده که هر کدوم هم در جای خودش بسیار مهم هست، باعث شده که این اعتراضات با تمام در واقع سرکوب ها و فشارهایی که جمهوری اسلامی آورده همچنان ادامه دارد و میشه این نوید رو داد که آنقدر کار مشکل یا دشواری نیست در واقع آچمز کردن جمهوری اسلامی. اگر چنین بنیادها یا عوامل یا المانهایی در اعتراضات فراگیر بشود و یسر باشد، حتما جمهوری اسلامی در برابر اون سر تسلیم فرود خواهد آمد. آقای نخل احمدی، جمهوری اسلامی نشون داده خیلی ابایی نداره از بازداشت کسانی که حتی خیلی چهرهای شناخته شده هستند، تاثیرگذارن، از سینماگران بگیری تا فعالان سیاسی. چه دلیلی به نظرتون باعث شده که نتونستن یا نمیخوان یا نمیشه که مولوی عبدالحمید رو باهاش چنین کاری بکنن؟ شاید یک مسئله همین بحث روحانی بودن ایشون هست. به هر حال حکومتی که دایه اسلامی بودن رو داره برخورد با چهره های مذهبی یا روحانی خب کمی هزینش بالاتر هست و توجیه کردنش در از عمومی کمی سخت‌تر است. هرچند مثلا در هفته پیش ما میبینیم آقای حسین شریعت مداری در کیهان اساسا میگن که ایشون مثلا آقای مولوی عبدالحمید روحانی اهل سنت هم نیستن و به هر حال همون شیوه های سابق که مراجع رو از مرجعیت عزل کردن فرمان به روحانی نبودن ایشون هم دادن. مسئله بعدی نفوذی است که آقای مولوی عبدالحمید در طول حداقل 4 دهه گذشته در سیستان و بلوچستان داشتن، نه فقط بلوچ ها بلکه خب از سیستانی ها یا اهل تشیع هم به دلایل زیاد به حال اقبال دارن به ایشون و اون فشارها و میشه گفت حتی تنفری که این منطقه از حکومت دارن، از عملکرد سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی دارن، اقبال رو حتی در میان اهل تشیع و سیستانی ها هم نسبت به آقای مولوی عبدالحمید تا حدودی ایجاد کرده است. واقعا قابل پیش بینی نیست که برخورد حکومت با آقای مولوی عبدالحمید در حد اینکه ایشون رو بازداشت بکنن، زندانی بکنن یا حتی مثلا فرض کن ایشون رو بخوان از مدیریت مسجد مکه برکنار بکنن، چه واکنشی از طرف جامعه خواهد داشت؟ به علاوه اینکه خب ما امروز میبینیم صدای مولوی عبدالحمید و صدای زاهدان و سیستان و بلوچ هر هفته در رسانه‌ها منعکس میشه، حمایت‌های تر نسبتاً بسیار خوبی در کشور و تا خارج کشور از این اعتراضات داریم و همه مجموع این مسائل به نظر جمهوری اسلامی رو همچنان مردد نگه داشته که آیا با ایشون باید برخورد جدی بشود یا نه. ممنونم از شما، مهدی نخل احمدی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از تورین ایتالیا.